احساس ما اینه که وقتی در یک پیشه بزرگ میریم، پیشه عالم ربانی میریم، پیشه صالح میریم، حتما او باید حرف بزنه تا ما از حرفاش چیزا یاد بگیریم. ناخیر، شما گلاب رو تو یک جمعی میاری، خب گلاب حرف نمیزنه اما محیط رو پر از عطر و خوبی میکنه. یا یه مثال ساده تر من بزنم، از مولانا رشید احمد گنگوی سوال کردن، پیش بزرگان نشستن، مصاحبت با اونا کردن، اگر اونا حرف نزنن بازم فایده داره؟ یکی داشت حضرت رو تو همون لحظه باد میزد. خب هندوستان هوای بسیار گرمی داره و از طرفی هم شرجی. اونجا یکی داشت خدمت میکرد، حضرت مولانا رو از شاگردانشون یکی با باد بزنی که دستش بود داشت باد میزد. حضرت سوال کرد این باد بزنی که الان داره باد میزنه برای کیه؟ کیو باد میزنه؟ خب مسلمه یکی از شاگردان ارادتمندای شما، شما رو داره میزنه. گفت اما باد خنکش به شما هم میرسه یا نمیرسه؟ گفت بله. گفت همین، وقتی شما در مجلس یه دوست خدا میرید، یه عارف میرید، یه انسان کامل میرید، یه عالم ربانی میرید، با ارادت میرید، با نیت خوب میرید، اونجا اگر فیضی از طرف الله تعالی بر اون بزرگ بیاد، کسانی که باش نشستن به اونها هم میرسه. سگ اصحاب کهف پی نیکان بگرفت. یه سگ کنار چهار تا صالح، اون شعاع محبت اصحاب کهف او رو هم گرفت. همین سگ هم به یه کمالی رسید که الله از این سگ در کلام خودش یاد کرد، و کلبهم باسطون و رایه بالوصیل. این سگ چه ویژگی داشت که در کنار اصحاب کهف الله تعالی از این هم یاد میکنه؟ این نشان از اینه که این شعاع محبت و دوستی دوستان خدا حتی رو حیوانات میتونه اثر بذاره. بی قیمتترین حیوان رو میتونه به جایی برسونه که الله از او در کلام خودش یاد کنه.